حالا که آمدیم خون دادیم، یعنی شما خون دادیم، من که نشستم اینجا، منم هیچ حقی ندارم، شماها خون دادید، شماها به میدان رفتید، شماها مبارزه کردید، ماها هیچ حقی ندارد، ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم، نه استفاده عنوانی، خاص بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم، خاص بر سر من که بخوام خون شما ریخته بشد و من استفادهش را ببرم. خب ببینیم، ما این صحنه ها رو تو حکومت‌های فاشیستی و شبه فاشیستی، پوپولیستی و در دوره نرون حتی این صحنه ها رو زیاد دیدیم. منتها اینجور خاکساری یا ادای خاکساری از پیشوا رو هیچ وقت ندیدیم. هیتلر سخنرانی میکرد، فیلماش تا اونجایی که هست تو شاید دیده باشین، سخنرانی میکرد، خودشو رهبر ملت برتر آلمان برای رساندن ملت برتر آلمان به رستگاری عنوان میکرد و محکم هیچ وقت نمیگفت من بدبختم و نمیدونم شما فلانید. موسولینی همینطور، هیچ کدوم نمیگفتن ما هیچ چی نیستیم. آقای خمینی موقعی که قدرت مطلق بود میگفت من هیچ چی نیستم و مردم باور میکردن و همون موقعی که حکم حکومتی که شما فرمودین آقای دکتر میداد و هزاران نفر اعدام میشدن، فقط با یک نامه میگفت من هیچ چی نیستم. مردم باور میکردن که واقعا یه خاکساریشه، بعد برای خودشون برای امامشون میکشتن خودشونو. این خمینی رو در ماه دیدن، اینجور فریبکاری او رو با شعارهای خمینی بت‌شکن پاسخ دادن، آیا مشخص، آیا مربوط به فرهنگ عمومی ایرانی است؟ بی تردید مربوط به فرهنگ عمومی ایرانی، وگرنه اگر مردم پذیرای این حرفا نبودن تو ساختارهای فرهنگیشون، چون تجربه دموکراتیک تو جامعه ما نداشتن، که همیشه دنبال یه قدرتی بودن که بیاد به دروغم بگه و با آشکارگی دروغ بگه به سوی مردم و همون زمان حکومت در دست داشته باشه که ما کسی نیست، شما خون دادین، شما همه کاره هستیم، ما اصلا کاری نیستیم که. ولی اینا تعارف بود، کاره بودن، حکومت در دست داشتن، تمام منابع مالی مملکت در دست گرفتن. همین آقای خمینی حکم اعدام هزاران جوان مملکت ما رو در زندان‌های جمهوری اسلامی داد. دیگه من تعجب میکنم شما که اینه میگید، من باید بگم جان و سخن زبان ما میگوید. بله همینه، وقتی در جامعه‌ای که فرهنگ وجود نداشته باشه، فرهنگ دیکتاتوری، نظام دیکتاتوری با دروغ و تزویر هم میتونه بیاد بگه آقا من کاری نیستم، ولی شما بگه که جانم فدای خمینی و یا او رو در ماه ببینید و اینو باور کنید. حتی من از مردمانی اون موقع میشنیدم که تعجب میکردم که چطور اینها این حرف ها از دهنشون میاد بیرون. شما ببینید کدوم سازمان سیاسی در اون دوره اومد به که دروغه که میگید که خمینی رو در ماه میبینید یا فلان مو رو در فلان صفحه قرآن میبینید؟ اصلا به این چیزا بحث نکردن. کدوم روشن فکر اومد اینا رو مورد بحث قرار بده؟ سیاسی بودن که گفتن بله، ولی خیلی حرفشون شنیده نشد. خیلی نه، ببینید سازمان های سیاسی هم ممکنه چهار نفر این حرف رو زده باشن، ولی جریان های سیاسی ایران این حرف رو نزدن. کیا اومدن سریع انتقاد بکنن که آقا اینا حرف مفت، گوش نکنیم به این حرفا. یعنی اونهایی هم که اگر انتقاد کردن از بعضی از جریان‌های چپ این کار کردن، اونها هم در صدایشون یک صدای اجتماعی نبود که بتونه کار فرهنگی بکنه.